سلام و درود بینندگان گرامی امروز 14 مئی سال 2024 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی هیت این خبرها رو پیگیری خواهیم کرد با ما بمانید پسر محمد سعید عبیدلایف بر کنار شد اخراج ده مهاجر تاجیک از روسیه افزایش موج نوی مهاجرت با آلمان имрӯз чда май раисиҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бо як амре убайдуллоҳ амирҷон маҳмадсаидро аз мақомаш барканор кард амирҷон маҳмадсаид писари маҳмадсаид убайдуллоев собиқ шаҳрдори душанбе ва раиси парлумони кишвар аз моҳи январи соли 2019 то индам дар мақоми мушовири калони бахши ёрдамчии президенти тоҷикистон در امور اقتصادی کار میکرد. پیشری محمد سعید عبیدلویف از سال 2014 همچون معاونی سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پریزیدن کار کرده است و قبل از آن نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود. در امر پریزیدن سبب برکناری امیرجان جان گذاشتن به کار دیگر گفته شده است. اما تا هنوز معلوم نیست او با کدام مقام دولتی تعیین شده است ва ҳамчунин маълум нест ки ки ба вазифаи ӯ таъин шудааст мақомоти русия аз славянск накубани вилояти краснодар даҳ муҳоҷири тоҷикро ихроҷ мекунанд бино ба иттилои расонаҳои русӣ дар пайи тафтиши як хона муайян шудааст ки ин муҳоҷирон дар русия ғайриқонунӣ зиндагӣ мекунанд дар баробари ихроҷ аз русия нисбати муҳоҷирони тоҷик протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҳар кадоме бояд дуҳа0ор рублӣ جریم سپارند. گفته می چند ماه آخیر رید مهاجران در روسیه بیشتر شده در اکثر حالت مهاجران تاجیک تفتیش و از این کشور اخراج می شوند. با اطلاع مقامات آلمان روزانه تا 700 پناهجوی جدید به این کشور وارد می شود. طبق اطلاع رسمی اداره مهاجرت آلمان از اول سال جاری بیش از 100 هزار پناهجوی جدید وارد خاک این کشور شدند. با گفته مقامات این کشور ҳамасола бо фарорасии фасли тобистон ин рақам афзоиш меёбад идораи федералии муҳоҷират ва паноҳандагон омори ҷадидеро ироа кардааст ки бар асоси он дар ҳоли ҳозир рӯзона 700 паноҳҷӯи ҷадид ба олмон меоянд дар омор гуфта мешавад ки аз аввали моҳи январ то поёни моҳи апрели соли ҷорӣ ин идора 984 дархости аввалияи паноҳандаги دریافت کرده است مسئولین این دوره مهاجرت این کشور میگویند تا آخر ماه می سال جاری احتمال شماره پناهجویان از مرز 100 هزار خواهد گذشت در امور گفته می از این شماره 26193 نفر از سوریه 13011 نفر از افغانستان 11789 نفر از ترکیه 3685 نفر از عراق بودند طبق این آمار از شماره عمومی پناهندگان جدید بیش از 11 هزارش کودکان پایان 4 ساله هستند و حدود 71.6 درصد آنها کمتر از 3 سال عمر دارند. مقامات کشورهای اروپایی سالهای اخیر قوانین خود را نسبت قبول مهاجران تغییر داده در روند تحقیق پرونده ها را از 6 ماه به 3 ماه و حتی کمتر از آن پایان آوردند. و اینچنین در این اواخیر شمار اخراج مهاجران از کشورهای اروپایی نسبت به سالهای قبلی افزایش یافته است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه بینندگانی از میتونه شرین این فصل اخباری بیشتر از سامانه و شبکه تلگرامی از داتیوی پگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک از داتیوی را نیست فراموش نسازید. خیر خدا نگهدار.